قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. درود بر همه شما عزیزانم. واقعا خوشحالم یه بار دیگه جلوی این دوربین و کنار شما قرار گرفتم. با نام و یاد خداوند جان و خرد برنامه رو شروع میکنم و همیشه اینو یادآوری میکنم، ما خردمندیم، چون خرد رو وقتی که ما به دنیا اومدیم اون خرد در ما نهادینه شده. لازم خرد درونمون برای بهینه کردن زندگیمون اگه استفاده کنیم خیلی میتونیم، برای ما خیلی فایده داره. یعنی در هر لحظه یادمون باشه ما اون خرد رو داریم. اگه نخوایم ازش استفاده کنیم یعنی داریم قدرت‌های وجودی خودمون رو دینای میکنیم، یعنی انکار میکنیم. امروز در مورد مسئله‌ای که من میخوام صحبت کنم، با توجه به اینکه این اشکالاتی که بین همسران واقع میشه و روابطی که همسران با همدیگه دارن و روابطی که با فرزندانشون دارن، تمام اینا تعیین کننده اینه که آیا اون محیط خانواده اون گرمای وجود رو داره، اون محبت و احترام و عشق و صمیمیت وجود داره، یا که تمام مدت کامپیتیشنه، یعنی زن و شوهر در حال رقابت کردن با همدیگه هستن و فکر میکنن اگر این کارو بکنن، اگر فلان کارو بکنن، از رقیب که همسرشونه مثلا جلو میافتن و میبرن. زندگی زناشویی رقابت نیست، مسابقه نیست. ما نمیتونیم فرزندانمون رو با توجه به شرایطی که برشون به وجود میاریم اونا رو داغونشون بکنیم و بخوایم یارگیری کنیم، فرزندان رو به سمت خودمون برگردونیم. و خیلی مسائلی که چون من توی تراپیا واقعا میبینم که چقدر میتونه آسیب زننده باشه این روابطی که همسران با هم دیگه دارن. البته تو جامعه امریکایی خیلی اونجوری که من زن و شوهر رو دیدم و با توجه به ریسپکت دارن، احترام دارن، با هم دیگه هماهنگن، خیلی چیزایی که ممکنه تو جامعه ایرانی من به اون شکل ندیدم. تمام مدت یه حالت نمیدونم، این که بخوان از همدیگه پیشی بگیرن، بچه ها رو به سمت خودشون بکشن، یا بخوان مثلا از زوج خودشون بد بگن که بچهشون به خودشون نزدیکتر بده، اینقدر اینا آسیب زننده هستش. یعنی در زندگی زناشویی اینقدر نکات مهمی رو ما باید رعایت بکنیم تا بتونیم فرزندان سالمی هم داشته باشیم.
وقتی زن و شوهر با هم رقابت میکنن، وقتی میخوان یارگیری کنن، بچه رو بکشن به سمت خودشون و اونو در حقیقت با خودشون یار بکنن، آسیبا به بچه میزنن. یعنی که من مثلا توی تراپی خانمه میگفت مثلا بچه من میخواد، حالا یه دونه کیف تازه داره، مثلا یه دو ماه پیش خرید، دوباره میگه من میخوام یکی دیگه بخرم نوع جدیدشو. این خانم میگه من خب میگم داره، نباید دیگه بخریم، ولی پدرش میره براش میخره و میده بهش. یعنی میخواد به این شکل جلب توجه بکنه، اون بچه رو به سمت خودش بکشه. اینجا رقابتی وجود نداره. وقتی زن و شوهر بخوان اینجوری کامپیتیشن داشته باشن، رقابت داشته باشن، همدیگر رو نفی بکنن. من نمیدونم تو جامعه ایرانی چطوریه که اون ریسپکت اون با اون شکل وجود نداره. هر کدوم راه خودشونو میرن، میخوان اون کاری که مثلا بر بچه میکنن یه جوری یونیک باشه، جلب توجه اونو بکنه، فرزند رو به طرف خودشون بکشن. و این هم یارگیری و اینا بسیار اشتباهه. یعنی وقتی که ما آنست نیستیم با همسرمون، وقتی که نمیتونیم اون رفاقت، دوستی، صمیمیت رو تو زندگی بیاریم، فرزندان در حقیقت مشکلداری رو ما داریم اینجا تحویل جامعه میدیم. هیچ گونه تفاهمی با هم نداریم. میخوایم هر کاری که مثلا همسرمون میکنه ما اینجا خونساش بکنیم به خاطر جلب توجه اون بچه. چون مادره میگه مثلا اینو داره، من دیگه نمیخوام ستایی دیگه، دوتایی دیگه براش بگیرم. ولی وقتی پدر میره میگیره، یعنی چی؟ یعنی من میخوام اونو به سمت خودم جلب کنم از طریق اشکال دار، از طریق اینکه به پیغامی که ما به بچه میدیم چیه؟ پیغامی که من به بچه میدم با این رفتارام، یعنی که ما با هم دیگه همه هم فکر میکنین، اون وقت بچه خوشحال میشه که شما کارشو براش انجام میدین، براش حالا یه چیزی حالا جدید میخواد با اینکه داره میخرین. فکر میکنین اون نفاق و اشکالی که بین زن و بین مادر پدرش هست نمیفهمه؟ میفهمه، ولی قشنگ سوء استفاده میکنه. توی خانواده ها من دیدم وقتی که پدر مادر ریسپکت ندارن و مشکلاتی که در خانواده هست، من مثلا شنیدم زن و شوهرهایی که اشکالای آنچنانی داشتن، حتی اشکالاتی در ارتباط با اتاق خوابشون داشتن، رفتن توی جلسات خانوادگی که پسرشون، دخترشون، نمیدونم خانواده همسران بچه هاشون بودن و این رو مطرح میکنن. که مثلا آقا مطرح میکنه که خانومو محکوم بکنه جلوی بچه ها و خانواده. اصلا این قبیل رفتارا فقط تو جامعه ایرانی من دیدم که ما بیاییم سیکرت خانوادهمونو بریم توی یه گروه خانوادگی و دمدم میخواییم مثلا اونا به ما راهکار نشون بدن. شما هیچ کدوم از رازهای خانوادگی رو نبایستی جایی مطرح کنین، غیر از موقع که میرین تو تراپی. وقتی که حالا خانمه میگه این خانم دکتر مثلا من میخوام که همه این حرفایی که میزنم مثلا پیش شما بمونه و مثلا همسر، معلومه امکان نداره اگر حرفی همسر میزنه هر کدومشون و نخوان اون طرف بفهمه، امکان نداره گفته بشه، مگر اینکه جلسه ای باشه که دوتاشون باشه و خودشون بخوان عنوان کنن و مطرح کنن، بگه یک چنین اشکالاتی برای ما به وجود اومده، ما حالا میخوایم این حل بشه. ولی اینکه اون سیکرتی که خانوم میگه یا آقا میگه، امکان نداره که توی جلسات تراپی بیاد و برملا بشه. اینکه این کانفیدنشالیه، اصلا ما اجازه نداریم این مطالب رو بازگو بکنیم مگر اینکه خودشون بخوان. ولی خب این اشکالاتی که
پدر و مادر حالا میخوان رفتارهایی رو بکنن که بچه رو به سمت خودش جلب بکنه و بچه ها قشنگ بلد از تو استفاده کنن. مثلا خانواده ای بود که مادره میگفت مثلا اینقدر از آنلاین سفارش نده، ولی یه بچه مثلا 13-14 ساله به خاطر اینکه چند تا داری، ولی بابای مثلا کردیتشو در اختیار اون گذاشته بود. این یعنی چی؟ یعنی ما نه تفاهم داریم با هم، نه میخوایم همکاری بکنیم، فقط در جهت اینکه اون بچه هر رو به سمت خودمون بکشیم. و این بدترین نوع یارگیری کردن، بدترین نوعی که ما بخوایم بهشون یه ادوانتیجایی بدیم یا مثلا یه مزایایی برای اون بچه قائل بشیم که مثلا مادرش یا پدرش گفته نه، ولی مادره میره برش انجام ده. یا معمولا من توی خانواده دیدم مادرها یه ذره واقعا روی این مسائل چیزتر هستن، یعنی کنترل دارن، ولی حالا اون پدر برای اینکه بیشتر جلب به توجه کنه برای اون بچه میاد و خواسته اون رو برآورده میکنه، علی رغم اینکه مادر با این مسئله مخالفه. ما وقتی یک چنین رفتارهای دوگانه ای رو داریم، بچه ها سوء استفادهشون رو میکنن، ولی بچه ها آسیب هم میبینن، یعنی ما آسیب میبینیم. شما درد و دلاتون رو نبرین توی خانوادتون و مادر شوهرتون، مادر خودتون، خانواده خودتون، دایی خاله دوستتون. پرایوسی زندگی شما مال شما، جایی نباید بازگو بشه. ولی متاسفانه ما فکر میکنیم ما باید درد و دل کنیم، دلمون خالی بشه. کسی نمیتونه به شما کمک کنه. وقتی شما اشکال دارین با همسرتون و میرین حرمت خانواده رو میشکنین، شما اون حرمت شکنی رو طوری انجام میدین که دیگران علاوه بر این که حالا میخواین همدردی اونا رو ببینه، خب همدردی اونا برای شما چه فایده ای داره وقتی راه حل نداره، سلوشنی به شما نمیدن؟ چه اصراری دارین که پرایوسی خانواده رو بیارین حالا ببرین پلوی افراد مثلا فامیلتون یا خانوادتون، مادرتون، پدرتون، برادرتون، خواهرتون؟ never ever این کارا رو نکنین. هیچ کسی نمیتونه به شما کمک کنه. حتی اگر فامیلتون، خواهرتون، برادرتون تراپیست هم باشن، اونا نمیتونن با شما تراپی بکنن. ما اجازه نداریم با نزدیکانمون، با آشنایانمون که به هر حال اگر از اول دوستیم یا یه نسبت خانوادگی داریم، بیاییم توی تراپی باش رو انجام بدیم. همیشه کمک بگیرین از افراد متخصص. و وقتی که شما مطرح میکنین یه چیزی رو بین دوستاتون، یعنی به قول معروف این درد و دل کردن یکی از واقعا ابعاد اشکالدار جامعه ایرانیه. حالا من مابعد درد و دل من به دوستم اینو گفتم، هم به دوستتم میگی نگی به کسی ها این اتفاقات اینجوری شده اونجور، اونم میگه باشه. دو روز دیگه که حالا یه اشکالی به نشا بیش میاد، هیچ گونه کانفیدنشالی اون تعهدی نکرده، پرامیس نکرده که او من نمیرم اینا رو برای دیگران بازگو کنم، میره و انجام میده. شما وقت از این که درد و دل کنین، ببینید برای من اینو زنگ بزنین، بگین این درد و دل، درد و دل کردن با دیگران چه فایده ای تا حالا با شما، آیا چیزی نصیب شما شده؟ با یه آدم که تخصصی نداره و حالا شما هم با همسرتون اشکال پیدا کردین، حالا میرین راهکار بهتون میدن، شما رو میان توی تراپی میبرن. یا خب آخه ما خانم دکتر درد و دل که میکنیم خالی میشیم، خب بیاین از پروفشنال ها کمک بگیره. به دلیل اینکه نه اونا جاجمنتال هن، نه اصلا اون سیکرت شما، حتی اگر نخواین با همسرتون مطرح، never ever اصلا مطرح نمیشه مگر اینکه تو جلسه دوتایی بخواین خودتون مطرح کنین. همه چیز کانفیدنشالیه و لااقل میتونین از تکنیک ها و روش های درستی که وجود داره و خب علم تحصیلشو کردن و ما
به قول معروف میگه دود چراغ خوردیم تا به اینجا رسیدیم. پس بنابراین شما چطور ترجیح میدین که یه هزینه مثلا تراپی رو ندین ولی برین تمام راز خودتون توی خانواده خودتون و همسرتون و یا هر کی دیگه برین فاش کنین و بعدم دنبال این تایید اونا بگردین؟ یعنی اونا بگن آخه چقدر شما به ظلم شده، شوهرت چه آدمیه یا خانمت چه کاری کرده؟ یعنی ما احترام اگر نذاریم زن و شوهر وقتی که دیسرسپکت میکنن هم دیگر رو، این خانواده دیگه پاشیده است. یعنی وقتی احترامی درون خانواده نباشه و این اشکالات به وجود بیاد، خب دیگه اون فرزندان اینا چقدر آسیب میبینن. از اول این مشکلی رو که توی جامعه ایرانی هست که همشون دوست دارن حالا برن به نزدیکانشون و با اونا در حقیقت از اونا ادوایز بخوان، بخوان ببینم اون چیکار کنه. اونی که کارش اینه، هزاران مورد نظیر شما رو توی تراپی داشته، شما اونو ول میکنین میرین بشه مثلا خاله و دایی و اونو بر خواهر و برادر و هر کی. اونا هم بر مبنای تجارب خودشون، اگه مثلا به قول اینم گربه رو دم هجله بکنه، اصلا خجالت آوره که یک چنین چیز زن و شوهر دوستن اینجوری. اما وقتی که ما از اول داریم میخوایم قدرت نمایی کنیم، این باید مال جامعه ایرانیه، جامعه ما که واقعا سنت های این مدلی رو داره که داره قدرت رو پرت میکنه توی مثلا زمین آقا و میگه تو دیگه برتری، باید بتونی قدرتاتو تو اون زندگی اعمال کنی و هرچی که تو میخوای انجام بشه. بنابراین اینا رو اگر ما حواسمون باشه زندگیمون هم به هم نمیخوره. حالا من میخوام یک آنتراکت، این آگهی دخترای من فقط آگهی دخترامو گفتم میذارم، دکتر آتوسا نگاهین، دکتر پانتا نگاهین وسط برنامه که شما آشنا بشین. اونا خدمتگزار جامعه ایرونی آمریکایی، ولی چون توی جامعه ایرونی تبلیغی ندارن، البته میشناسنشون حالا به خاطر اینکه یه دم من میشناسن از طریق منم، ولی واقعا هم متبهر هستن در کارشون. و من فقط میخوام این آگهی رو از آقای اندرو خواهش کنم و هدف وسط برنامه هایی من میذارم. تا برگردیم فعلا یه آنتراکت کوچیک. دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندانها، درمان نوهنجاری های فک و صورت، اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصصی ارتودونسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودونسی، عضو انجمن ارتودونتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت مایانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-11-13 310-444-11-13 دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیس. Hi, I'm Dr. Panta Nikain from Golden Hills and Beauty Center. What if I can tell you you can lose 2 to 4 inches today in under an hour without any pain or downtime? How does it sound? We'd love to welcome you to Golden Hills and Beauty Center, where we offer cosmetic, alternative medicine, and medical services all under one roof. UltraSlim is the only FDA-cleared body contouring device for instant fat loss and instant tightening without any pain, downtime, no exercise, no diet, no surgery, and no drugs. So clients can get the results without going through the pain and the downtime. When the client walks in, we do the consultation with them, we show
showed them the before and after photos, pretty much explained to them what to expect and how often they can get this treatment done and what results they can expect really from this treatment. We usually do 6 measurements from those areas that we're treating before the treatment, and we re-measure those areas after the treatment to let the client know how many inches they lost on that very same day. The client gets on the table, gets on their back, we treat the abdominal area first, and then we treat each side, and then we treat the back. And after that, the client is done and goes on to the other room to go on top of the whole body vibration machine to kind of shake off that fat that UltraSlim just broken down, sort of working on the lymphatic stimulation on the body to make sure that every bit of that fat we just broken down gets out of their system. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. خب در دنباله برنامه میخوام میگم ارتباط مؤثری که بین همسران وجود داره، یعنی چه نکاتی رو باید رعایت بکنن، چه جوری، برای اینکه هم رابطه خودشون بهتر باشه، هم فرزندانشون در حقیقت در یک محیط پر از صلح و آشتی و دوستی بزرگ بشن، نه اینکه فقط کامپیتیشن، شک و تردید، بی‌حرمتی به همسران. وقتی که شما یک چنین کارایی رو میکنین چه انتظاری دارین؟ اون آسیب رو دارین به اون بچهت میزنین، بچه سن بلوغ، بچه کوچ، یعنی حالا ممکنه شیر خوره و 2 سال یه سن نفهم، ولی بچه ها از اون محیط متشنج، اون دعوا و پرخاشی که همسران با هم دیگه میکنن و هر کس میخواد خودش حاکم باشه، این چه قدرت نمایی نیست، یه همکاری بین زن و مرد، و اینکه با اصول، با رعایت اصول تربیتی که باید آموزش ببینن چطوری با فرزندانشون رفتار بکنن و هماهنگی داشته باشن برای این رفتارا. مثلا آقای، مثلا خانمه میگه اینا باید مثلا ساعت 8:30 دیگه برم، فردا باید برم مدرسه، برم بخوابم، ولی آقای میگه نه حالا چه کارشون داری، بذار دارن تلویزیون نگاه میکنن. ببینی هماهنگی وقتی وجود نداریم بچه سو استفاده میکنن. شما اینو باید بدونید که وقتی ببینه که بابا پدر مادرش با هم دیگه هماهنگ نیستن، اون میره به سمت اونی که داره به نفعش حرف میزنه. اینا آسیب زننده است. وقتی شما هیچ گونه همکاری، همگامی با همسرتون ندارین، چطوری میخواییم فرزندان درستی رو تحویل جامعه بدین؟ چجوری این تربیتی که شما میکنین چقدر میتونه توی آینده فرزندان مؤثر باشه؟ من واقعا این عملا من توی خانواده پدر مادریم دیدم که مادر پدر من جمع با هم صحبت میکردن، انقدر به هم احترام میذاشتن و ریسپکت میکردن، واقعا ماها یه همچی تربیتی رو دیدیم در خانواده که مثلا توهین و تحقیر و فقط احترام بود. خب یاد بگیرن زن و شوهر باید انقدر به هم دیگه اطمینان داشته باشن، احترام بذارن، تا فرزندانشون هم الگو برداری بکنن. ما فرزندانمون رو هرت میکنیم، اون کوالیشن، یعنی وقتی یارگیری میکنیم، یکی از مسائل خیلی اشکالداری که توی خانواده ها به وجود میاد، تو امریکایی ها ممکنه باشه و اینا یه تئوری های روانشناسیه که میگه اینا یارگیری میکنن، مثلا پسرش رو به سمت خودش میکشه، اون یکی دخترش رو به سمت خودش میکشه و اینجا یعنی تخریب. شما میخواین تخریب رویه بکنین، نمیخواین اصول واقعی رو
نشون بدید و تمام سرنوشتی که شما دارین، اگر بزرگ سالید، حالا 20 سال، 22 سال، 25 سال، بیلداپ میشه اون حرمت نفس مادر رو 6 سال اول زندگی، 8 سال اول زندگی، به دلیل اینکه رشد مغز در اون 8 سال اول بسیار سریعه، خیلی سریع تر از دیگه از 9 سال به بالاست و گیرایی عجیبی داره. هر کاری که، یعنی رفتارهای درستی که در سالها بشه، رو سرنوشت بچه ها تأثیر مثبت میذاره و هر گونه تبعیض، تحقیر، توهین، کمبود که حالا چه از نظر مواد غذایی، تغذیه یا هرچی، حالا اونا باز اونقدر مهم نیست که شما بین بچه هاتون تبعیض قائل بشین، اونا رو با دیگران مقایسه بکنین و تو سرشون بزنین، اون بچه رو همونجا دارین پارالایزش میکنین برای رشد. یعنی اون حالا دنبال این میگرده که مخصوصا بچه هاتون با مادر در ارتباطن، وقتی که تبعیض قائل میشن مقایسهش میکنن، یاد بگیر اونم این عمرهاش 20 شد، تو تنبلی، تو نتونستی، نمیدونم، یا با اون بازی نکن، اون بچه خوبی نیست. ببین یعنی تلقینای بسیار مشکلدار رو که با بچه هامون انجام میدیم و اونا رو نسبت به همدیگه بدبین میکنیم، نسبت به دیگران داریم بچه رو در حقیقت برین واشش میکنیم، یه جوری هدایتش میکنیم که این بدبین بشه، نخواد به هر کسی تراست بکنه، با دوستاش نتونه بازی کنه. خیلی مسائل دیگه هست، یعنی اون بچه آدم های مهرطلب که معمولا تو جامعه ایرانی اکثریتشون 70-80% مهرطلب هستن و پیش رو قربون شما و دارن همه این کارا رو میکنن که بگم من خوبم، به من توجه کن، من خوبم، منو دوست بدار، و داریم این کارا رو میکنیم. توی همینجا مثلا یک خانمی که توی تراپی بود میگفت یکی از دوستای من که خیلی مثلا با من دوسته، مثلا شله زرد درست میکنه یا نمیدونم میره روزای مثلا تعطیل چیزایی که دوست داری میگیره میاره در خونه ما، یعنی ما مجبور نیستیم. ببین اون آدم مهرطلب همینطور میخواد به آدما سرویس بده و به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون از آسیب دوران کودکیه، تو اون 8 سال اول وقتی مادر تبعیض قائل شد، مادر بین اون و بقیه تبعیض قائل شد، بین بچه های دیگش، و اونو حالا یا تحقیرش کرد یا قبولش نداشت یا هرچی، این دیگه میخواد همش اون مادره رو راضی کنه. مهرطلب یعنی چی؟ مهرطلب یعنی کسی که مورد توجه مادر نبوده، تبعیض بین اون و بچه های دیگه قائل شده و این حالا دیگه میشه love taker love hunger، یعنی بره همه رو جانشین مادر میکنه در بزرگسالی و باز همون رضایت برش به وجود نمیاد. آخر سرم که میبینه داره واسه وقتی میره توی پیکنیک واسه اون پشتی میذاره، واسه میگه عکستو بگیرم برای شما ساندویچ درست کنم، همینطور میخواد سرویس بده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اونجا محروم بوده از اون محبت، تبعیض قائل شده مادر بین اون بابای و این اون مادره رو داره راضی نگاه میداره، ولی آخرش هم که میره شب خونه خودش ناامید و خسته است و همش داره سرویس میده. من 76 تا علامت مهرطلبی رو توی آدم ها پیدا کردم و حالا اگر چیز باشه ممکن تو جلسات آینده همینطوری، حالا اگه برستم مثلا تو هر جلسه یه چند تایی شوهراتون بگم و بعد ببینین که ما واقعا خصوصیات رو داریم، ما داریم این کارا رو میکنیم که نشانه مهرطلبی هستش. اون مهرطلب هیچ وقت هم خودش راضی نیست. البته میگم آسیبایی که در دوران کودکی در اون 8 سال اول میخوره به خاطر اون رشد سریعی که مغز داره، وقتی که بچه 3 ساله هستش میتونن
میتونه 3 زبان رو یاد بگیره. من توی تلویزیون مثلا دیدم بچه نقشه دنیا رو دارن بهش نشون میدن، دست میذارن رو هرچی، بچه 3 داره همه رو میگه. یعنی ببینین بچه 3 میتونه 3 رو یاد بگیره. یعنی اینقدر ما رشد مغز در این سنین سریعه که قابلیت جذب اون انفورمیشن ها و اون چیزها رو داره. و اگر ما واقف باشیم، آگاه باشیم که چقدر این دوران در زندگی ما مؤثر، این 8 اول و هرت شدن ها، آسیب دیدن ها از طول همین دوران بوده و اینجا اتفاق افتاده. بنابراین وقتی که ما توجه میکنیم به این مسائل، میبینیم که از آقای شاید غافل بودیم، هیچ توجهی نکردیم که چقدر این دوران کودکی مهمه و میتونه مفید باشه برای بچه ها. در ارتباط با همین مسائلی که آسیبایی که ما ممکنه در دوران 8 اول دیده باشیم و شاید خودمون ندونیم الان این رفتارهایی که میکنیم به دلیل اون آسیب ها هستش. خب این تلفن ها جواب دادین شما. بنابراین وقتی که ما میبینیم که این آسیب ها رو ما میتونیم به چه طریقی تغییرش بدیم و آگاه بشیم که لااقل ما این آسیب ها رو دیدیم که به صورت مهرطلب در اومدیم یا چنین اشکالاتی برای ما به وجود اومده. بنابراین وقتی که ما آگاهی و دانشمون رو میبریم بالا در این ارتباط با مسائلی که ممکنه که روی رفتارهای ما تأثیر گذاشته باشه، بعد دنبال راه حل میگردیم که بخوایم آسیب ها رو از بین ببریم و بخوایم یک آدم مؤثرتری باشیم. به همین دلیل هستش که من به شما توصیه میکنم که اگر اشکالی دارین، اگر مسئله هست، میتونین استفاده کنین از کسایی که میتونن به شما کمک کنن، میتونن راهکارهایی که بهتون میدن لااقل به صورت پایه‌های علمی باشه، نه راهکارهایی که برای شما اشکال داره و شما رو به بیراهه میکشه. در مورد این کتاب جادوی باور و رمز موفقیت و ذهن خلاق که من نوشتم و کسی که اوردر داده بودن و خواسته بودن برشون پست شد، شما مگر میخواین با همون شماره تلفن اون زیر که نوشته آفیس تماس بگیرین و میتونین از اون طریق اینا رو اوردر بدین، این کتاب رو. حالا در جلسات آینده من در مورد مسائل متعددی که میتونه کارساز بشه برای شما براتون صحبت میکنم، ولی این کتاب جادوی باور و رمز موفقیت و ذهن خلاق رو میتونین سفارش بدین در ما از طریق همون تلفن. اون کسی هم که سفارش دادن برشون پست شده که امیدوارم حالا یا تو این هفته آینده به دستشون برسه. من از آقای مهندس اندروز سپاسگزاری میکنم برای همکاریم و تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن، دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور، دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه.
دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.